دلم واسه هم سفر ساده که باهاش بزنم دوستان و رفقای گلم همگی سلام، خیلی خوش اومدید به کانال موزیک شهر. همونطور که خیلیاتون میدونین امیر تسالو با خواست خودش اومد ایران و اومد به محض اینم که وارد ایران شد دستگیر شد و گرفتنش و زندانیش کردن. اما یه سری از اتهاماتی که به تسالو الان وارد شده و به همین دلایل که زندانی هستش اینا هستش: تبلیغ مواد مخدر، اخفال دختران، فساد فعل ارز، گسترش فساد و توهین به مقدسات و توهین به نظام جمهوری اسلامی. اینا یه سری از اتهاماتی هستش که به همین دلیل هستش که تتلو رو بازداشت کردن و نگهش داشتن. اما تو این حالا اصلا من یه ذره دیگه براتون صحبت کنم، بهتون میگم اصلا برای چی این ویدیو رو اصلا ساختم که چی به چه دلیلی اصلا، چون توی کانال اصلا راجع به تتلو اصلا خیلی صحبت نکرده بودیم، راجع به موزیکاش اصلا ریاکشن نرفته بودم تا به الان و تا به امروز. یه سری الان یک کمپین ایجاد شده، دارن امضا جمع میکنن واسه اینکه تتلو اعدام بشه. من موندم مثلا الان اگه تتلو اعدام بشه به سری از اینا که دارن امضا میکنن و جمع میکنن امضا رو چی میرسه بهشون دقیقاً از مردن یه نفر. واقعا آدم اگه انسان باشه واقعا از مردن دشمنش هم خوشحال نمیشه. حالا اینا نمیدونم کیان که به چه دلیلی و به چه اصلا مرضشون چیه، ببخشید این شکلی هم میگه، مرضشون چیه که دارن امضا جمع میکنن برای اینکه تتلو اعدام بشه. اتهامات هم که حالا براتون گفتم. اما یه نگاه بندازیم به کلن سابقه هنریه امیر تتلو توی ایران، که کلن توی ایران بود و چه کارهایی کرد که مجوز بگیره، نشد که مجوز بگیره و آخرم رفت. تتلو موقعی که توی ایران بود برای شهدا آهنگ خوند، اولی خواننده زیرزمینی بودش که برای انرژی هسته‌ای آهنگ خوند و رفت روی ناوها توی خلیج فارس. اصلا موزیک ویدیوش هم هستی قطعا خیلیتون دیدینش. آهنگ برای انرژی هسته‌ای خوند، سال 96 توی انتخابات از رئیسی حمایت کرد و پشت رئیسی بود، اما هر کاری که کرد باز هم به تتلو مجوز ندادن و باعث شد که این چیزی بشه که الان شما دارین میبینید. تتلو گذاشت رفت و رفت ترکیه و اونجا دیگه چیزهایی پیش اومد که الان دیگه حواشی اصلا نمیدونم داستانایی بودش که خیلی زیادن دیگه، الان نمیشه همه رو یکی یکی اینجا گفتش. این شد که تتلو این شکلی شد. ببینید وقتی که تتلو تو ایران بود از حزب الله فوش خورد، نمیدونم از به یه سری از نهادها باج داد، خیلی کارا کرد که مجوز بگیره اما نشد. ببین من مثال برای شما میزنم. ببین فرض کن شما یه بچه داری، بعد یه بچه هر کاری که میکنه تو بهش میگی نکن، اذیت نکن، بشین سر جات، فلان نکن، بشین شلوغ نکن، چی نکن، آخر سر دیگه این بچه هم گریهش در میاد. شما خودتون رو بزنید جای امیر تتلو. حالا ببینید من طرفدار تتلو نیستم، ولی به عنوان یک انسان وظیفه خودم میدونم که بیام اینا رو بگم به این شکل که حالا دارن این شکلی دارن حجمه ای که داره به تتلو وارد میشه. خیلی از ما آدم ها با یه سری از حرفامون باز شدیم که تتلو این شکلی بشه، مگر نه اگه این حرفا رو بهش نمی زدن، این همه فوش نمی خورد، نمی دونم این همه اذیتش نمی کردن، می زاشن قشنگ کارش انجام بده، مجوز بهش می دادن توی ایران، تتلوی دیگه می شد که خب خیلی بهتر از اینی بودش که الان هست که یه سری ها کلن باش مشکل دارن، داستان دارن باش. اما یه نکته دیگه هم الان بهتون بگم. میگن که اصلا تتلو اصلا یه داستانی، یه بازیچه‌ایه که بازیچه نظام، حالا نمیخوام حرف سیاسی هم بزنم، میگن از قصد خودشون تتلو رو آوردن توی ایران و آزاد هم میشه، امیدواریم که ایشالله آزاد بشه. من موافق اصلا اعدام تتلو نیستم، دور از جون شده اعدام اینا. آره آوردنش ایران که اون داستان
چای دبش رو ایرانی ها ملت مثلا فراموش کنن و اینا، ولی اگه فراموش هم نمی کردن مردم چی کار میتونستن واقعا انجام بدن برای اون داستان چای دبش؟ نمیدونم این قضیه اصلا درست هستش یا اینکه درست نیستش، اما امیدوارم در کل هر چیزی که هست یک اصلا اتفاقی بیفته که به نفع همه باشه، چون تتلو طرفدارای خیلی زیادی داره دیگه، طرفدارش وحشتناک زیادن، میلیونی هستن مثل یه سری از خواننده های دیگه. شما هم توی کامنت ها لطفا نظرتون رو بگید راجع به تتلو و این اتفاقاتی که اصلا براش افتاده، اصلا حکمش به نظر شما چیه؟ دوست دارین تتلو چی بشه؟ آزاد بشه و حالا یه مال خدایی نکرده اعدام بشه دور از جونش؟ من که خودم به شخصه گفتم مخالفم با این قضیه، ولی در کل امیدوارم اون چیزی بی اتفاق بیفته که به نفع همه باشه، نه فقط به نفع یک نفر و یک سمت و یک نهاد اصلا باشه. نظرتون رو لطفا بهم بگید، لایک کنید این ویدیو رو، کانال سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.